فرهنگ خانواده این رفتار و گفتار و کردار نیک اهل آیله می باشد. در آیله ای که از آیانش معرفت بلند خانوادگی دارند، فرزندان نکو و صالح به وای می رسند. زیرا کودکان هر عمل پدر و مادر خود را پیروی می کنند. در آیله این آموزگار سابقه دار همه فرزندان در روحیه وطن دوستی و مهنت قرینی تربیه یافتند. از تجربه روزگارش به سپند گرفته پیوندانش را برای درست زندگی رهنمون کرده است. یکی از نابغه های عصر 20 ویلیام شکسپیر خیلی خوب گفته است: کتاب زندگی را همه می دانند، اما وقتی که سوال می افتد زندگی چیست، نه همه جواب گفته می دانند. البته زندگی این یک مرکب است، برای آن را سزاوار شدن باید که همه طرفه دانش خوب داشتن در کار، آداب خوب داشتن در کار، رفتار نیک، پندار نیک در جمعیت. همه خیل یک آدمی باشه که نسبتاً با آدمان اطراف نگاه کردن خودت رو آدمی حقیقی اصیل حساب کنی. آلبرت اینشتین خیلی خوب گفته است: شخصیتی آدم از آزادی او وابستگی دارد و به هر کاری که اماده است و باید که رفتار خودش رو نظارت کند کار کند. زن و شوهر باید یک دیگر فهمی داشته باشن، یک دیگر به حرمت کنن، فرزندهای رو نقص تربیه کنن. شکر خدا همه فرزندهای ما با خوش رو زندگی نقص دارن. ما از زندگی فرزندها خرسند هستیم، از کلنا بسیار هم خرسند هستیم. ما یکون شکایت از کلنا نداریم. همی چند کلینی که باشه همش دخترهای نقص، دخترهای با تربیه خوب هستن. دختر باید که از عهده همه کار بره، بعد با شوهر برامده زندگیشون رو تنج شروع بزنن و یک دیگر فهمی داشته باشن بین یک دیگرشون. یعنی خیلی نقص میخشتمان باید که به هر کار کلین ده نرسه. همی خیلی نصیحت که نگون خطایی کنن، باید نصیحت کنی. کلین به خانه خشتمان میه، یه نمیدونه که این خانه چه خیل شرایطی این خانه را خیلی با نمیدونه. آیست آیسته عادت میکنه، همه کار را یاد میگیره، خستمان میفهمونه و از خود میکنه. نقش زن در تربیه فرزندان به نهایت کلان است، زیرا محض مادر رازدان و رهنمای جگربند خود میباشد. مادری دوراندیش و با فضل به هر یک عمل فرزندش نگریسته بر آن جهد میکند که پیوندانش نکوکار و خیراندیش باشند و صاحب هنر و با معرفت گردند. از این است که از خیرد و فضیلت زن چراغ خانواده همیشه منور است. فرزندان را خیلی کلام کردیم، با همین خیلی نزد نصیحت کردیم، اباره های بد نرفتن. خیلی بچه ها کتاب میخوندن، به همین کارهای چی مشغول نشدن، باره های بد نرفتن. شکر خدا ما ای فرزندان بسیار رضا هستیم که همه نقص خوندن، نقص گشتن، نقص اویله دار شدن، صحبی خیلی نبیره ها شدیم. شکر خدا نبیره های منم با خونده تمام کردن، به مکتب های عالی داخل شدن. در زمان تنجی و خشتو و آزاده خیلی زندگی میکنیم. فرزندان را نقص تربیه کنیم، به وای رسانیم، به مکتب های داخل کنیم، آینده شون نقص خوانند. هر یک شخص در زندگی باید همون رفتار و کبداری که میکند در آیله پیش از همه به فکر شخصی من، این حقوق برابری در آیله. بعضی ما حس میکنیم که میشود از طرف پدر مادرانی که نسبت فرزند بی حرمتی، بی آدابی یا دغلی رفتار کردن، اما وقتی که از نقطه نظری پسیکولوژی رفتار میکنیم برابر حقوقی در اینجا ویران میشود. حالان که او کودک، او پسر، او دختر شاید اندیشه وی، گفتار وی، رفتار وی حق باشد، ما ناحق. به همین خاطر بسیار خوب می شود که در او آیله که سزاوار عزت و احترام می شود و این درجه های بلند فرزند را تربیت می کند، برابر حقوقی در جای اول می ستد.
اگر جوانان قبل از بنیاد اویله از فرهنگ اویلداری با خبر باشند و از فضل و هنر بهرور گردند، پس یقین اویله سالم را بنیاد میکنند. از مصلحت بزرگسالان خانواده به مورید و درست استفاده نموده در فضای آرام و آسوده اویله زندگی مینمایند. همه رفتار و کبدار او فرزند از پدر، از اویله میگیرد. وقتی که رفتار و کبدار پدر نسبت او فرزند یا که نسبت او کلن یا دیگرش کمی کش رفتار باشد، این علاقه در اویله سبب ویران شوی، سبب نزاها با وجود می آید. باور کنید وقتی که من میگویم که ششت پسر دارم و ششت کلون، سیت دختر، نهت دختر دارم. این کلون را نیز برابری فرزندانم حرمت میکنم و آنها نیز در نبت خود میبینند که رفتار من نسبت به ویا در همه گفتار، در رفتار که دار یکان سخنی به جان نیست نسبت آنها. البته آیا حس میکنند. بعضاً می شود که حتی در همون چیزی تربیه فرزند من نسبتاً با او دختر کلن اگو بیم نسبت کلن با پسرها سخت‌تر می آیم. من می دانم که عزت و احترام زن دختر نسبت مرد بالاتر می ایستد. این خانواده چون اویله سالم و نمونوی در آزمون‌های زیاد اشتراک نموده سزاوار مکافات گردیدند. تجربه روزگار آنها نمونه عبرت برای نوخانه‌داران می باشد. فرزندان این پدر و مادر غمخور همگی صاحب معلومات و صاحب کسبند و برای پیشرفت ساحه‌های گوناگون مملکت سهم خویش را می گذارند. تربیه در اویله‌داری پیش از همه جهت در برابر حقوقی رعایت کرده شود، نه در معلومات، نه در کسب، نه در مبلغ درآمدی که من دارم و او ندارند. نه، این خطای محض است. انا همین جهت اگر به فکر من در هر یک اویله سالم همین رفتار، همین گفتار، همین کبدار باشد، اویله همون قدر مستحکم می شود. چرا من گویم که بینید بخشیش 52 سال باز مر زندگی داره. در این 52 سال یک دیگر فهمی بین ما خوب است. انا فرزند هم از همین خصلت ما عبرت گرفته، شکر خدا همشون خیر خواهند. در ناحیه فیض‌آباد این خانواده را چون اویله نمونوی اعتراف و احترام می کنند. 50 ساله سابقه کاری و باری زحمت کشیدن های آموزگار صاحب کسب برای تعلیم و تربیه نسل نورست از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با اردن شرف قدردانی شده است. این مرد خیردمند نه تنها در زمیر فرزندانش حسی محبت به وطن مادر را افسون نموده، این چونین شاگردانش را هم برای صادق بودن به میهن خود هدایت کرده است. البته در محیط سالم این اویله فرزندان رشد و تکامل یافته از فضیلت های نیک غنی گردیده برای فردای درخشان سرزمین خود سهم شایسته خواهند گذاشت.